با بهترین درودها محضر شما هممیهنان عزیز و ارجمندم، بینندگان هماره همراه ایران فردا، در آدینه دیگر با برنامه دیگر از دفتر شامگاهی صفحه یک مهمان خانه های شما هستیم با تازه هایی از آخرین رویدادها و رویکردها در حوزه سیاست، اقتصاد، اجتماع ایران، منطقه و شاید هم بعضاً به تناسب زمان جهان. همچون همه جمعه شبها در برنامه امشب جمعه سوم تیر ماه ایرانی برابر با 23 ژوئن 2017 میلادی نیز تمرکز اصلی من حول رسانه‌های سایبری و شبکه‌های اجتماعی خواهد بود که این روزها در پهنه رسانه‌های مجازی ایران منازعه ها و مناظره ها آنها را یک منبع اصلی تشخیص کشاکش ها و کشمکش های سیاسی نموده است. در برنامه امشب مستقیم به پایگاه خبری آیت الله علی خامنه ای رهبری ایران نگاهی می اندازیم که جنگ زیرپوستی علیه حسن روحانی رو گامی سریعتر و علنیتر با انتشار یک ویدئو کلیپ کلید زده است. تنها کمتر از 10 روز پس از آخرین هشدار رهبر ایران به روحانی و تهدید به عزل ایشان به سبک بنی صدر، این بار دستاندرکاران رسانه‌ای رسمی رهبر ایران با انتشار ویدئویی به بازخوانی چگونگی عزل بنی صدر پرداختند که تمامی کاربران با حیرت فراوان از این همزمانی منازعات میان روحانی و رهبری و همینطور پیشتر هشدار آشکار خامنه ای به حسن روحانی مبنی بر دو قطبی شدن جامعه، آن رو نشانه ای از برخوردهای بیشتر احتمالی بیت رهبری با حسن روحانی در 4 سال پیش روی دولت جدید تلقی کردند. این ویدئو که به شیوهی ماهرانه برای انتشار وسیع در شبکه های پرطرفدار اجتماعی همچون تلگرام و اینستاگرام تنظیم شد، در حجم 2 دقیقه و 20 ثانیه تولید شده و پس از پایگاه خامنه ای خبرگزاری فارس نخستین خبرگزاری شبه نظامیان سپاه بود که به بازتاب آن کوشید، آن هم با شیوه ای تقریبا کدگذارانه و رمزآلود امنیتی. در ادامه اشاره کنم که آغاز این ویدئو کلیپ هشداری رسما با نام بنی صدر نخستین رئیس جمهور در نظام فقها شروع می شود که همان گونه که شما بینندگان عزیز آگاهید، پس از روی کار آمدن محمد خاتمی بود که لایه‌هایی از اقتدار گرایان هر از گاهی وی رو از سرنوشت بنی صدری شدن می ترساندند و هشدار می دادند و این مسیر ستیز آلود پس از آن حتی در دور دوم احمدی نژاد نیز ادامه یافت که همینک با انتخاب روحانی به اوج خود رسید. دقیقاً آنجایی که خامنه ای صریحاً در محفلی عمومی روحانی رو نسبت به عواقب بنی صدری شدنش انذار داد و تذکار داد. حال می‌بینیم که در ویدئوی حاضر چگونه تهیه کنندگان بیت رهبری هدف رو نشانه گذاری می کنند و گامی تازه به اصل هدف یعنی شخص روحانی نزدیک می شوند. همراهان امام در این هواپیما هر یک سرانجامی متفاوت یافتند. ابوالحسن بنی صدر اولین مسافر این پرواز بود که 2 ماه بعد با سوء استفاده از این همراهی امام در اولین انتخابات ریاست جمهوری ایران پیروز شد. اما ریاست جمهوری او تنها 16 ماه دوام داشت. سرنوشتی که بنی صدر خود رقم زد. سخنرانی های جنجالی علیه یاران امام در نهایت مجلس را متقاعد کرد که در 31 خرداد 1360 رأی به عدم کفایت سیاسی وی بدهد. جانب آقای بنی صدر رئیس جمهور را دارای کفایت سیاسی برای اشغال پست خطیر ریاست جمهوری نمی‌داند. آقای ابوالحسن بنی صدر کفایت سیاسی جهت تصدی سمت ریاست جمهوری جمهوری اسلامی ایران را ندارد. در این ویدئو صحنه‌هایی از همراهی بنی صدر با آیت الله خمینی، همینطور صحنه‌هایی از سخنرانی مخالفان در مجلس برای برکناری و عزل
رئیس جمهور آن وقت رو نشان می‌دهد که از قضا در گوشه ای از آن نیز شخص خامنه ای رهبری کنونی ایران حضور داشت و یکی از سخنرانان بود. و اما اوج این ویدئوی نیشالود، هشداری، هدفمند و مفهومی جایی است که خود سامانه و پایگاه خبری رهبری ایران با افزودن گوشه سخنرانی اخیر رهبر در هشدار به روحانی می‌خواهد ایشان رو در یک مدل شبیه سازی شده مورد خطاب و عتاب قرار دهد. کشور رو دو قطبی نباید کرد، مردم رو به دو دسته نباید تقسیم کرد. اون حالتی که در سال 59 متاسفانه از نایه رئیس جمهور اون روز اتفاق افتاد که مردم رو به دو دسته موافق و مخالف تقسیم کرده بودن که چیز خطرناکی است. در ادامه برنامه همینک نگاهی به اینستاگرام حسن روحانی میاندازیم که آنجا هم رئیس جمهور ایران به شکل و شیوهی دیگر پاسخ افرادگرایی های این روزهای خامنه ای رو میدهد. واکنشی به غایت هدفمند و معنادار در ادامه تنش های تریبونی فزاینده میان روحانی و رهبری. همان گونه که آگاهید و در برنامه های شبهای گذشته نیز به تفصیل اشاره نمودیم، روحانی در فلسفه حکومت اسلامی با استناد به احادیث در واقع ائمه شیعه و امام اول شیعیان مشروعیت اصل و نفس حکومترانی در فقه اسلامی رو رأی مردم خواند و ملاک و مؤلفه اصلی حقانیت نظام‌های سیاسی رو آرای مردم دانست. که این موضوع خوشایند حال برخی از فقها نبود و به سرعت با واکنش فقهای خبرگان نشین و حتی شخص رهبری نظام مواجه شد. در این میان همه مردان ولایت اسلامی از ورود حسن روحانی به قلمرو ولایت و حریم رهبری سخت به خشم آمدند که اصلا چنین نیست و الان هم زمان پرداختن به این موضوعات نیست و این موضوع بسان اسرار سر به مهری است که فقط شخص ولی فقیه لایق ورود به این حرم و حریم است و بس. خامنه‌ای هم که هر روز جایگاه حقانی خود رو لرزنده تر از پیش می‌بیند و در نزد افکار عمومی ایران خاصه پس از سرکوب‌های جنبش سبز با بحران مشروعیت گسترده مواجه شده، اظهارات روحانی رو در خصوص حقانی و مشروع بودن آرای مردم در نظام اسلامی چالش در مسیر فقه سیاسی اسلام خواند و به چالش کشاندن اصل امامت نیز توصیف کرد. اما مجدداً حسن روحانی که گویا عزم جزم کرده در این دوره به رویارویی رهبری بنشیند، به پاسخ تقابلی برآمد و بر نظریه پیشین خود اصرار ورزید و از آن دفاع کرد. امروز در اینستاگرام روحانی بریده سخنرانی رهبر ایران به طور هدفمند و گزینشی منتشر شده بود که از مشی متفاوت رهبری ایران در سال 66 حکایت داشت. در اسلام به نظر مردم اعتبار داده شده، رأی مردم در انتخاب حاکم و در کاری که حاکم انجام می‌دهد مورد قبول و پذیرش قرار گرفته. لذا شما می‌بینید که امیرالمؤمنین علیه السلام با اینکه خود را از لحاظ واقع منسوب پیغمبر و صاحب حق واقعی برای زمامداری می‌داند، اون وقتی که کار به رأی مردم و انتخاب مردم می‌کشد، روی نظر مردم و رأی مردم تکیه می‌کنه، یعنی اون رو معتبر می‌شماره.
خبرها و نظرها را ادامه می دهم، کماکان با مضامین و زمینه های مشابه، یعنی ادامه رویارویی های رهبری ایران با رئیس جمهور تازه منتخب حسن روحانی که واکنش های متفاوتی نیز در افکار عمومی ایران برانگیخت. از جمله بسیاری از رسانه ها با تدوین گزیده های سخنرانی و اظهار موضع روحانی در موضوعات مختلف و بعضا موضوعات مشابه میان رهبر ایران و روحانی به هرچه تنشی شدن این دو مقام مسئول و رکنی در نظام جمهوری اسلامی اشاره های آشکارتر داشتند. از جمله در این ویدئو که همینک میبینیم جدال لفظی این دو رو به طور عمومی و علنی نشان میدهد حول آرمان و اصول تاکتیک های مذاکره های هسته‌ای. خامنه‌ای میگوید دشمن صریح نمیاد با آرمان ها معارضه صریح بکند فعلا. چرا؟ اگر ما عقب نشینی کردیم به صراحت هم میرسه. خب هیچ مسئولی معلومه راضی نیست، موافق نیست که در مقابل دشمنان کوتاه بیاد برای اینکه مثلا تحریم ها برداشته بشود یا کم بشود از آرمان ها دست بردارن. حال ببینیم روحانی چه میگوید. من کسی تو میز مذاکره بحث آرمان و اصول میکنه؟ اصلا اینا چیزایی تو توهمات یه زندگی میکنن. سر میز مذاکرات با دیگران که سر آرمان و اصول اصلا نه اونا میخوان بحث کنن نه ما، اونا هم نمیخوان بحث کنن راجع به آرمان و اصول. تو دنیای امروز بحث منافع هست، هر کشوری دنبال منافع خودشه. تنش‌های تریبونی و تشرح‌های پیاپی رهبری و رئیس جمهور ایران به ستون سرمقاله‌های روزنامه‌های معتبر جهانی نیز راه یافت. از جمله آنها گاردین بود که نوشت تنش میان رهبر جمهوری اسلامی و رئیس جمهور ایران در پی پیروزی قاطع حسن روحانی در انتخابات اردیبهشت ماه بالا گرفته است. نویسنده روزنامه گاردین همچنین با توجه به افزایش این تنش‌ها اشاره کرده بود که خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی لبه انتقادات خود از رئیس جمهور رو تیزتر کرده است. از جمله در جلسه سران کشور روحانی رو تحقیر کرد، چرا که از منظر نویسنده باور عمومی این است که خامنه‌ای به شکل تاکتیکی از ابراهیم رئیسی رقیب روحانی حمایت می‌کرد، زیرا اعتقاد داشت او می‌تواند میراث او را حفظ کند. حسن روحانی رئیس جمهور ایران که با افزودن حدود 5 میلیون رأی به آرای خود به نسبت انتخابات 4 سال قبل احساس قدرت بیشتری می کند، این هفته مشروعیت سیاسی خامنه ای رو به چالش کشید و گفته بود که مشروعیت ولی فقیه به رأی و نظر مردم بستگی دارد. در این یادداشت تحلیلی در نشریه معتبر گاردین به نقل از شخصیتی با نام علی انصاری مدیر انستیتو مطالعات ایران در دانشگاه سنت اندرز اشاره شده بود که خامنه ای از نتایج انتخابات راضی نبود. آنها سعی می کنند پیامدهای آن رو مهار کنند. آنها به روحانی می گویند که به چارچوب خودت برگرد و او نیز به شکل جالبی می گوید این بار چنین قصدی ندارد. خبرها و نظرها را دنبال می کنیم با تازه ترین سخنرانی حسن روحانی که با لحنی کنایه آمیز و طعنه آلود به مقوله داعشیان پرداخت و معتقد بود که امنیت در کشور تنها با داعش به خطر نمی افتد. دولت، مجلس و قوه قضاییه هم می توانند امنیت رو برهم بزنند. حسن روحانی که در ضیافت افطار با فعالان اقتصادی سخن می گفت بار دیگر به بزرگترین نهاد نظامی وابسته به رهبری یعنی سپاه پاسداران علنا صریحاً تاخت و گفت که اقتصاد را به دولتی دادیم که هم تفنگ دارد و هم رسانه، که مصداق این مطلب می تواند سپاه پاسداران باشد. کسی جرأت ندارد رقابت کند. رئیس جمهور ایران بدون اشاره مستقیم به تنش‌های اخیر میان خود و رهبری و تشدید تندخویی‌های خامنه‌ای در نقدی نرم گفت شکاف و فاصله در جامعه به خاطر کم تحملی ایجاد می‌شود و از ارزشمندترین مصادیق صبر تحمل در برابر اندیشه مخالف است. باید افکار و سلایق مختلف رو تحمل کرده بپذیریم و به رسمیت بشناسیم. ایشان در این بخش از اظهارات لحنش تندتر شده و گویا صریحاً اما تا حدودی باز مستتر
ولی مطلقه فقیه در ایران رو هدف میگیرد و میگوید خداوند به پیامبرش هم میگوید تو وکیل نیستی که بخواهی بالای سر مردم باشی و با آنها امر و نهی کنی، که اشارتی آشکار داشت به لایه های رادیکال حزب اندیش در ساختار قدرت ایران. روحانی بار دیگر با انتقاد به سهم‌خواهی های سپاه از چرخه رنجور اقتصاد ایران گفت بخشی از اقتصاد دست یک دولت بی تفنگ بود که آن را به یک دولت با تفنگ تحویل دادیم. این اقتصاد و خصوصی سازی نیست. از دولتی که تفنگ نداشتند می ترسیدند. چه برسد به اینکه اقتصاد را به دولتی دادیم که هم تفنگ دارد و هم رسانه و کسی در این راستا جرأت ندارد رقابت کند. همه این تنش‌های تریبونی رهبری و رئیس جمهور ایران در حالی است که همون گونه که شما بینندگان عزیز آگاهید، مرز اختلاف‌ها و ناهمگنی‌ها و تنش‌ها از عرصه سیاست و اقتصاد و فرهنگ عبور کرده و همینک به محدوده و حوزه‌های امنیتی رسیده است که اصولاً امری کم سابقه بوده در جمهوری اسلامی. بروز و ظهور اختلاف و تنش آشکار حول مقوله حمله سپاه به مقر داعش در سوریه اوج این تنش هاست، جایی که پای وزیر اطلاعات کابینه روحانی هم به میان آمده و صریحاً گفت که این حمله با عملیات شناسایی وزارت اطلاعات و با فرمان شخص حسن روحانی به عنوان رئیس شورای عالی امنیت ملی صورت گرفت، که سپاه پاسداران اما با انکار آن میگوید که همه فرایند با نقش راهبردی رهبری و نهاد سپاه پاسداران انجام شد. در سوی دیگر ماجرا، موج جدال‌ها حول حمله موشکی به مقر داعش به واکنش‌های مستقیم و مصرح برخی از فرماندهان ارشد سپاه پاسداران نیز رسید، تا جایی که روحانی رو به موفقیت دزدی از اقدام دیگران متهم می‌کنند. از جمله حمیدرضا مقدم‌فر، مشاور فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، گفت که اگر در موردی یک اقدام شجاعانه، منظورشان شلیک موشک است، اگر در مورد یک اقدام شجاعانه توسط یک نهاد و دستگاهی انجام شده که مورد تقدیر و تشکر مردم است، لازم نیست برای اینکه عقب ماندگی خود را جبران کنید بگویید که ما در این اقدام مشارکت و حضور داشتیم، در حالی که شما در صحنه حضور نداشته اید و این خلاف واقع است. این مقام نظامی سپاه با لحنی تند خطاب روحانی گفت که شما می توانید در صحنه های دیگر مقابله با دشمنان ملت ایران تلاش کنید و گزارش کارهای انجام شده را به مردم اعلام کنید، ولی لازم نیست که اقدامات دیگران را به نام خودتان بزنید. اظهاراتی تا حدودی کم سابقه با این میزان تشر و تنش. لازم به توضیح میبینم که اشاره نمایم در تازه ترین واکنش ها حول همین موضوع، یعنی حول حمله موشکی به مقر داعش و بروز تنش و اختلاف نظر در خصوص اینکه کار کدام نهاد بوده است، سرلشکر باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران گفت که اجرای عملیات موشکی علیه تروریست ها پیشنهاد سپاه و نیروهای مسلح بود و شورای عالی امنیت ملی از آن فقط استقبال کرد، که سپس این موضوع طبق سلسله مراتب نیروهای مسلح و فرماندهی رهبری تصمیم گیری و اجرا شد و باید به این بحث ها خاتمه داد. خب که البته نفس بروز چنین تنش هایی آن هم در حوزه های نظامی و عرصه های امنیتی خود بزرگترین حفره های مشهود و افزایش زاویه در جغرافیای سهم‌خواهی های نظام فقها و صد البته نشان شکاف و شقاق در زمین نزاع قدرت جمهوری اسلامی ایران است. مجموعی از خبرها و نظرها حول آخرین کشمکش‌ها و کشاکش‌ها در ارکان اصلی نهادهای قدرت، خاصه رویارویی‌های روحانی و خامنه‌ای رو با هم دیدید و شنیدید. تا ثانیه‌های دیگر با صفحات دیگر از صفحه یک به صفحه رسانه‌هایتان باز خواهید.
درودی دوباره محضر شما هم میهنان عزیز و بینندگان مشتاق آگاهی و دانایی در برنامه شامگاهی صفحه یک. روند سعودی ستیزی در میان رسانه‌های منتسب به نهادهای نظامی و نزدیک به رهبری با شدت هرچه تمامتر پیش می‌رود و این میزان نفت‌ریزی و آتش‌افروزی خود ساخته در واقع افکار عمومی ایران رو نیز نگران کرده است که مبادا نظام حاکم در ایران که خود نیز بالاترین میزان ناهمسویی‌ها و تنش‌ها رو همینک با دولت تازه منتخب پیشه کرده در صدد هرچه امنیتی و یا میلیتریزه کردن فضای کشور باشد تا پروژه‌های بعدیشان را محقق کنند. این گمانه گرایی ها ساعاتی پس از انفجار دو بنای اصلی و راهبردی در تهران، یعنی آرامگاه خمینی و مجلس، نیز به مثابه شایعی برآمده از کارنامه ی حاکمان در ایران منتشر شده بود، تا جایی که شخص وزیر اطلاعات ایران مجبور به واکنش شد و گفت که بعضی ها میگویند نظام خود در حال کیس سازی بوده است تا شایبه همکاری احتمالی با داعشیان رو از ذهن ها و افکار عمومی بزداید. در هر روی، در این میان خبرگزاری فارس، خبرگزاری وابسته به نهاد سپاه پاسداران که بالاترین میزان تخریب علیه دولت رو نیز دارد و همینطور بیشترین میزان سعودی ستیزی سازمان یافته رو دامن میزند، از صحنه های بیعت شاهزاده های سعودی در مراسم اعلام بیعت با شاهزاده جدید محمد بن سلمان تصاویری منتشر کرد و مدعی شد که در آن نشست تنش پیش آمده است. همان گونه که مشاهده می‌کنی، در کسری از ثانیه صرفاً یکی از مسئولین انتظامی در صحن و محل حاضر دستش رویاروی یکی از بیعت کنندگان قرار می‌گیرد و الزاماً تنشی مشهود نمی‌باشد. همینک صحنه‌های اصلی فیلم بیعت مسئولین و شاهزاده‌های عالی رتبه پادشاهی سعودی رو می‌بینید که در حال بیعت با شاهزاده محمد بن سلمان به عنوان ولیعهد جدید این کشور هستند که در نهایت آرامش، همگنی، انسجام و بدون هر گونه تنش مورد اشاره خبرگزاری فارس در حال بیعت میباشند. و در وقت باقی مانده، در دقایق پایانی، با کوتاه گزارشی برنامه رو به پایان میبریم. گزارشی که میگوید ایرانیان عصبی ترین ملت دنیا شدند. خب، به دفعات سخن از پرخاشگری ها و افزایش خشونت ها و خصومت های رفتاری و کلامی میان مردان جمهوری اسلامی همواره در مطبوعات نیز بازتاب دارد. عصبیت نیز به مثابه یک کاستی رفتاری اجتماعی ناشی از ادله و دلایل خاص خود در سایر عرصه های سیاست و اجتماع است که قطعا تأثیر مستقیم بر روح و روان باشندگان یک جامعه دارد. تمامی سخنرانی های حاکمان، خاصه شخص رهبری ایران به عنوان بالاترین مقام حاکم در نظام جمهوری اسلامی، همواره با واژگان دشمن، خشونت و در اشکالی همچون تشر و عصبیت مطرح می شود. در این راستا تازه ترین گزارش سالانه مؤسسه افکارسنجی گالوب در آمریکا حاکی است که ایرانیان عصبانی ترین مردم دنیا هستند. به گزارش برخی از منابع خبری و رسانه‌ها، به نقل از وبسایت گالوب، در گزارش سالانه 2017 این مؤسسه از احساسات جهانی، مردم ایران به عنوان عصبانی ترین مردم جهان معرفی شدند. این گزارش با مطالعه از وضعیت 142 کشور جهان تنظیم گردید که بر اساس آن ملت ایران با 50% جمعیت عصبانی و عراق با 49% و سودان جنوبی با 47% عصبانی ترین کشورهای دنیا معرفی شدند. در این گزارش یونان نیز با 67% تا حدودی جزو کشورهای پر استرس دنیا معرفی شد. حسب این گزارش همچنین 70% از مردم جهان گفتند که لذت زیادی میبرند و لبخند زده و احساس آرامش و احساس احترام میکنند. در هر روی، بر اساس یک اصل مشهور، اگر عالم تباه شود، عالم تباه می شود. وقتی صاحبان تریبون و منابر و حاکمان در ایران هر روز با عصبیت و خشم و خصم عمل می کنند، قطعا در طول نزدیک به 4 دهه مهمان نوازترین و شادمانترین مردم در سرزمین 1001 شب همینک به عصبیترین ملت جهان تبدیل می شود. به امید شادی و نشاط همیشگی در میهن عزیزمان ایران برای همه باشندگان آن، دیار نیکی ها و شادی.
برنامه امشب ما نیز در همین مقال و مجال به پایان میرسد. تا درودی دوباره و شبگاهی دگربار با تازه هایی از هر روز ایران در ایران فردا، بامداد روشن، بدرود. Thank you.